مادر افسان عزیز و خسته نباشید. همینجور تشکر از سخنران عزیز و پرواز مثل همیشه که فرصت رو ایجاد میکنند برای دوستان و همینطور بقیه عزیزان که در اتاق گفتمان سیاسی اجتماعی فعالیت دارند و زحمت میکشند. عرض کنم خدمتتون که راستش من یک مطلبی رو همینطور ابتدا عرض کنم خدمتتون. امروز من مطلبی رو خوندم به نام رنگ‌های پاییزی که این من رو به این وادار کرد، یعنی به این فکر انداخت که با پرواز تماس بگیرم، با اتاق گفتمان سیاسی اجتماعی و پیشنهاد کنم که هر هفته که فرصتی هست، فرصت اضافی هست، حتی اکثر به مدت نیم ساعت فرصتی به من داده بشه و که بتونم در مورد نوشته های کوتاه و اشعار کوتاه مطلبی داشته باشم و صحبتی داشته باشم و این نوشته ها رو باز کنم تا بهتر و بهتر با کمک دوستان بتونیم به رنگ های زیبای این نوشته ها یا اینکه این مطالب توجه پیدا بکنیم. حتی اکثر نیم ساعت خواهد بود این فرصت، فرصت واقعا بسیار مناسبی هست. من خیلی تشکر میکنم، خیلی سپاسگزارم از پرواز و خدا گفتمان، مجددا تکرار میکنم حتی اکثر نیم ساعت وقت دوستان رو خواهم گرفت. از دوستان دیگر هم تقاضا میکنم، میخوام، مایل هستم که اگر مایل هستند که در این نیم ساعت مطلبی رو ارائه بدن هم شرکت بکنن، تماس بگیرن، با هم هماهنگی کنیم که این نیم ساعت رو بتونیم جمع و جور کنیم و صحبتی داشته باشیم. این فریاد زنده من گذاشتم نام این نیم ساعت رو که دلیلش هم این هست که نوجوان که بودیم با تعدادی از دوستان هر از چندگاهی مطالبی که میخوندند یا میخوندیم برای هم میگفتیم و این مجمع رو اون موقع به شوخی و خنده اسمش رو و یا به صورت جدی اسمش رو گذاشته بودیم، فریاد زنده. و همین خاطر به یاد این دوستان که یکی از این رفقا جان خودش رو فدا کرد، در واقع جان خودش رو داد، در واقع برای حرف هایی که داشت، پس وقت من به یاد این دوستان گفتم اتاق رو بگذارم همون فریاد زنده. به هر حال این بخش از اتاق رو، این بخش نیم ساعت رو من شروع میکنم با اجازه دوستان. وقت بیشتری نمیگیرم، امیدوارم که و فکرم نمیکنم به نیم ساعت برسه امشب، چرا که من کار نکردم روی این مسئله و امیدوارم دفعات بعد بتونم با آمادگی بیشتری این مطلب رو یا مطالب جدیدی رو که به ذهنم میرسه یا به ذهن دوستان میرسه اینجا مطرح کنم. رنگ‌های پاییزی اسم مطلبی بود که دوستی به نام ساسان دانش نوشتند، بیان کردند و گفتند و من امروز برای اولین بار این مطلب رو خوندم. قصه های رنگ های پاییزی بر صفحه های کاغذ وقتی میاد، صحبت های پاییز و یا برگ سبز و یا برگ رنگی، رنگ و با رنگ وقتی
وقتی روی کاغذ میاد تبدیل به کلمه میشه دیگری پیدا میکنه، رنگ دیگری پیدا میکنه. در اینجا ساسان دانش به زیبایی تونسته این رنگ ها رو با کلمات با ما بیان کنه. با اجازه دوستان من این صفحه رو باز میکنم و این مطلب رو خدمت دوستان تقدیم خواهم کرد. از وقتی خودم را دریافتم و تفاوت لحظه و زمان را فرا گرفتم، فصل ها و رنگ هایش برایم جالب شد و چرا پاییز را بیشتر از دیگر فصل ها دوست می داشتم. وانگاه که جسارت سخن گفتن یافتم، از هم نسل های خیش می پرسیدم کدام فصل را بیشتر دوست می دارید؟ مثل یک پژوهش میدانی بود، ولی به یک بازی بیشتر شباهت داشت. شاید از پشت میله ها پاییز زیباتر است و ترکیب رنگ های پاییزی با زنگ های آهن های فرسوده موازی تضادی زیبا می آفرینند. شاید از پشت میله ها پاییز زیباتر است، به رنگ های پاییزی با زنگ ها یا آهن های فرسوده موازی تضادی زیبا می آفرینند. بر روی نتیجه پژوهش نشان می داد که نزدیک به 100% بیان می کردند که پاییز بهتر از دیگر فصل ها. من هرگز شگفت زده نشدم، فقط برایم جالبتر شد و در هزار توی شیارهای مغزم در پی علت و یا علتها میگشتم و در کوچه پس کوچه های کودکی این سو یا آن سو میدویدم و در زنگ تفریح مدرسه دفترهای 40 برگ و 60 برگ را ورق می زدم و در می آفتم که مشق و مداد چه همبستگی هایی با هم داشتند و گم شدن مداد تراش و پاکن مثل معمایی بود که جامعه را آرام آرام می شناخت. آموزگاران خستگی ناپذیر نخستین خدایگان بودند که دانش را برایم معنا می کردند. جدای برگ ها از خانواده خیش غم‌انگیز بود. درختان شاخه خم می کردند تا برگ ریزان خیش را نظاره‌گر باشند و ناله های برگ های پاییزی زیر پای رهگذران ترنمی به فضای مهالود می بخشید. اما آغاز دوستی ها در مدرسه پیام آور خانواده بزرگتر و هیاهوی حیات مدرسه شوق و ذوقی را در اندرون من بیدار می کرد. کشف آلبالو خشک ها و گاشمش هایی که مادرم در کیف مدرسه جا سازی کرده بود همه دلخوشی ها بود و مزه مزه طولانی هسته آلبالو چه نشاط آور بود. اما فرا گرفتن و گنجایش بیدریق مغز را تجربه کردن و به کار بستن و واژه و اعداد در زندگی روزمره حسی غرورآمیز می آفریند. رقص برگ ها و رنگ ها در میان زمین و آسمان شعرهای کودکانه را در یاد حک می کرد. تعریف جیب را در پاییز دریافتم که دست ها را نجات می داد، وگرنه پیش از آن دست ها فقط برای بازی و
بازیگوشی بود و اینک ابزاری برای یک نیاز، نیازی برای نوشتن، یاد گرفتن. اما جلوه دیگری داشت و بیان که بدانیم وارد زندگی شده بود. هر سال که می‌گذشت پاییز آغازگر لحظه‌های سراسیمگی و انگیزه بود تا عشق و اندیشه را به چالش بکشیم و وارستگی را در چشم از این نچندان دور تصویر کنیم. آنگاه که یارانم را فرا خواندند، تا در خیال خام خیش اندیشه آنان را در گور دست جمعی خاک کنند، دلهره ها یا غشک به آزادی را با بغض خیش فرو بستم و فرار رویدم. و من در پاییز آدم بودن خیش را مرور، به همین دلیل پاییز را دوست می‌دارم و پلک‌هایم را نه بی اختیار بلکه چون کرکره‌ای ارادمند بالا و پایین می‌کشم تا لحظه‌های پاییز را با همه وجودم ببلعم. آری، پاییز را به خاطر تنیدگی خاطرات با یارانم دوست می‌دارم. آری، پاییز را به خاطر تنیدگی خاطرات با یارانم دوست می‌دارم. پاییز را به خاطر رنگ‌های بی همتای زیبا و پریدهش دوست می‌دارم. پاییز را به خاطر مدرسه و سبز آموختن دوست می‌دارم. پاییز را به خاطر بارش باران آسمان و اشک‌های زلال بی‌پروای چشم‌ها دوست می‌دارم. پاییز را به دلایل بیشماری که قلم در نوشت ناتوان است دوست می‌دارم. و پاییز را هنوز دوست می‌دارم. ساسان دانش، 4 مهر ماه 1396، 26 سپتامبر 2017. بسیار زیباست، بسیار قطعه زیباست، به خصوص آخرین کلمه که به کار میبره دارای مفهومی بسیار 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 عمیق و پوری هستش، چرا که میگه من پاییز را هنوز دوست میدارم. دوستان عزیزه، حالا چرا این جمله رو ساسان به کار میبره؟ بحثیست، صحبتیست که امیدوارم در جلسات بعدی بتونیم به اون بپردازیم. قسمت بعدی، پاییز فریاد برگ سبز نام داره، چرا که پاییز فصلیست پر تجربه، بهار رو، زایش رو، زنده بودن رو تجربه کرده، بزرگ شدن، رشد کردن رو تجربه کرده، چرا که رسیدن، بهره دادن، سود دادن به زندگی رو، طبیعت رو آموخته، گرما رو، گرمای سوزن رو آزموده. پاییز فصلیست گویا، گویایش پاییز دوستان عزیز بروی برگ ها با رنگ های بسیار بسیار متفاوت و متناوب و زیبا نقش میبنده. این رنگ ها گویای قصه های زندگی است، گویای زندگی هست که درم این مدت از ابتدای زایش تا رسیدن و تا دم شروع سکوت زندگی کرده.
اونجاست که پاییز با رنگ برگ های خودش شروع به صحبت می کنه. در اینجا وقتی خانش می کنم این مطلب رو، توجه دوستان رو به این نکته جلب می کنم که خواب در اینجا از سه نوع خواب مختلف نام برده شده که امیدوارم که در جلسات بعد بتونم یا بتونیم بپرم. مرا دوست می‌دار ای خواب خوب، ای لطافت نور ماه در آب دریاچه آب. سفر را دوست می‌دارم و همراهی را در سفر با تو، ای خواب خوب همراه با خواب برگ سبز در راه می‌بینم. ای درخت خوب، آنگاه که پاییز را شکوفا می‌شوی، رنگ‌های خوب برگ تو همراه خواب خوب من در راه سبز را قصه می‌شود. پاییز ای ستاره درخشان فصل ها، رنگ تو را قلب عاشق شده سبز در رگ های نیازمند خود تکرار می کند. ای خواب پاییزی که امید سبز را در رگ های خوب خود فریاد می کنی، رنگ های خوب تو را در سادگی باغ های پاییز زندگی دوست می دارم. ای برگ های خوب پاییزی، ای راز های برگ سبز که سکوت را که راز را قصه می کنید و چشم های پاییز شده مرا چنان گویا در رنگ های خود تکرار می کنید. پاییز را ستاره شوید، پاییز را دوباره در میان چشم های پاییز شده من زندگی کنید و سبز را همراه با زمین فریاد، که رنگ تو را ای برگ های پاییزی، قلب عاشق شده سبز در رگ های نیازمند خود تکرار می کند. سبز را همراه با زن فریاد. سی 11 91، یعنی همون 1991 میشه. به هر صورت دوستان عزیز، بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که در جلسات بعد با فرصتی که اتاق گفتمان سیاسی اجتماعی در اختیار من میگذاره بتونم با کمک دوستان بخش هایی از این نوشته ها رو باز کنم تا دید بهتری، هماهنگی بهتری، همگامی بهتری، همراهی بهتری با رنگ های برگ های پاییزی رو بتونیم در ذهن خودمون تصویر کنیم. سپاس و تشکر از دوستان عزیز. مرسی. خیلی متشکرم مهدی عزیز، واقعا یک برنامه جالب فی‌البداهه‌ای که شاید چند ساعت پیش این رو فکر کردن، شاید ایشون پیشتر فکر کردن ولی با ما در میون گذاشتن و واقعا
در این محیط آدم با مسائلی روبرو میشه که انتظارشو نداره و این شاید یکی از زیباترین کارهایی هست که من در این چتروم دیدم، به خاطر اینکه شعری که ساسان عزیز نوشته ای که داشتن و من به صورتی دسترسی پیدا کردم، من این رو به صورت یک یوتیوب در آوردم و مهدی عزیز که این نوشته رو دیدن با ذوق شاعرانه ای که دارن به این مسئله فکر کردن و یک همچین برنامه ای رو پیش بینی کردن. مایه خوشحالی همه ما هست. من واقعا یه سورپرایز بسیار عالی بود. شاید این یکی از زیباترین مسائلی که برای همه ما اتفاق میفته. ازشون تشکر میکنم. فقط اینجا زیاد حرف نمیزنم، از سیاوش میخوام اگه ممکنه قطعی برای ما بذارن که گوش بدیم، و بعد از مهدی عزیز میخوام یک کمی بیشتر راجع به این برنامه که پیش بینی کردن برای ما حرف بزنن و ببینم که آیا دوستان به چه صورت میتونن در این برنامه ها شرکت کنن، و بعد من راجع به برنامه های بعدی گفتمان هم خدمتون اطلاعاتی خواهم داد. فکر کنم در اینجا خوبه که زیاد حرف نزنم، میکروفون رو بدم به سیاوش عزیز. بفرمایید سیاوش. با سلام تازه، قطعه هست از فدریکو تروبا. این یه آهنگساز اواخر قرن 19 هم و اوایل قرن 20 هم هست و قطعاتی برای گیتار و بعدن هم برای ارکستر نوشته. این قطعه هست، یک اصطلاح سویت هست و دود 7.5 دقیقه هست. امیدوارم که دوستان رو خسته نکنه و هر رو با هم میشنویم.
حوصله دوستان، آرزوی سلامتی و سرپرستی براتون و میکروفون برای روح عزیز. سلام مجدد خدمت دوستان عزیز، خسته نباشید و تشکر از سیاوش عزیز که با موسیقی هایی که انتخاب میکنند واقعا من شخصا برای من خیلی وقتا اینطور مثل این که کسی چیزی عنصر زیبایی همینطوری داره با انگشتاش روی قلبام رو نوازش میده و ضربه میزنه و رقص زیبایی، آرامش زیبایی و بعضی وقتا هم جنبش ایجاد میکنه در انسان. بر صورت خیلی ممنون و سپاسگزارم. از کنم خدمت دوستان عزیز که این اتاق رو پرواز عزیز گفتن که من مقدار بیشتر توضیح بدم در مورد همکاری دوستان. دوستان میتونن با من تماس بگیرن یا دوستان دیگه تماس بگیرن که آشنا هستن که با من به هر صورت باید به طریقی به هر طریقی که میدونن قرار بذارن برای این نیم ساعت که من بتونم این نیم ساعت رو اگر میخوان 10 دقیقه 5 دقیقه چه صحبتی میخوان بکنن با هم صحبت بکنیم و حتما حتما من کاری ندارم چطور میخوان بخونن، چطوری میخونن، نمیخونن. من برنامه رو حتما حتما همه دوستان عزیز هستن و میتونن و لازم هست که شرکت بکنن، چرا که نه. این یکی از اهداف من هست که این البته این وجود داره ولی به هر صورت بیشتر و بیشتر بتونیم با صدای خودمون، یعنی صدای خودمون رو بشنویم صدای خودمون رو، حرفهای خودمون رو بشنویم و با زبان بلند بگیم، دیگران هم بشنون و با هم در واقع بشنویم، مشترکاً بشنویم، اشتراک داشته باشیم در کارهامون. این یکی از اهداف من هست. و مسئله دیگری که همیشه در ذهن من بوده این اشعاری رو که میخونن دوستان یا عزیزانی مینویسند رو همینطوری سرسری ازشون نگذرم و نگذریم و به نکاتی که اشاره کردند و نوشتند بپردازم و هر خطی رو یا خطوطی رو یا جملاتی رو که برای من دارای مفهوم عمیق‌تری هستند یا مفهوم عمیق‌تری رو در ذهن من ایجاد می‌کنند رو بتونم بازش بکنم و راجبش صحبت بکنم و هم خودم بهتر متوجه بشم و همین که مفهوم خوب و قشنگ و زیبای زندگی رو دوستان عزیز از بینابین این کلمات و جملات باشون بتونیم زندگی بکنیم و لحظات خوب و باروری رو داشته باشیم که بتونه در قدم هایی که در زندگیمون برمیداریم مؤثر باشه و ما رو قوی تر و شجاعتر حداقل بار بیاره در برای شناخت این زندگی که هرچی بیشتر میشناسیم راستش دوستان عزیز زیباتر میشه زندگی و داستان زندگی انسان. بر صورت این بحث رو من دوست داشتم داشته باشم در اتاقی. امشب
به ذهنم این بعد از خواندن یه مقدار این تقصیر رو هم ساسان دانش عزیز داره. من این رو که خوندم برگ های پاییز رو خیلی براش صحبت دارم و گفتم خب بد نیست که با پرواز در میون بذارم که دوستانی که در این اتاق هستند هم بتونند شرکت کنند، شرکت داشته باشند و این مطلب رو بیان کنم. این در مورد پاییز حتما حتما بحث های بیشتری خواهیم داشت و شبهای بعد اگر فرصت باشه اتاق فرصت بده و بحث طولانی نباشه، شبهایی که میشه بحث مهم هست طولانی میشه، خب اون شب من برنامه نخواهم داشت و این اجازه رو هم به خودم نخواهم داد، ولی شبهایی که فرصت بیشتر هست این نیم ساعت رو ازش استفاده خواهم کرد و در خدمت دوستان خواهم بود. و به هر صورت با پاییز شروع میکنیم این برنامه رو، چندین و چندین و چند جلسه ای که طول خواهد کشید من نمیدونم، و بعد به خود زندگی در اشعار خواهیم پرداخت، یعنی جاهایی که اشعاری که تمام مفهوم و جریان و داستان و این کوه بلند زندگی و این رود یا رودخانه ای که در از بالای این کوه جریان داره کدام یکیشون، و تمام اینها رو بحث خواهیم کرد و پیدا خواهیم کرد در میون این نوشته ها و راجع به صحبت خواهیم داشت. به هر صورت اتاقی است که محبت کردند، ساعت نیم ساعتی است که محبت کردند در اختیار من گذاشتند و تشکر میکنم. و همینطور از دوستان من الان سوء استفاده میکنم، میگم که تصمیم بر این هستش که اتاقی هم در رابطه با همین اتاق، اون هم جدا از اتاق گفتمان سیاسی اجتماعی نیست، در واقع تدریس زبان اسپانیول هست که من خودم ادارش میکنم و در اون اتاق هم نیم ساعت و دو تا نیم ساعت هست و نیم ساعت زبان هست و به خصوص من این اتاق زبان رو انتخاب کرده بودم که بتونم در موقع بیان هر کلمه ای که یاد میگیریم زبان دیگری رو، اون کلمه رو بازش بکنیم و ببینیم با مفهومی که برای ما در زندگی داره چی هست و چطور ایجاد شده و چه زیبایی هایی میتونه داشته باشه. بسیار من بیش زیادی حرف زدم و زیاد صحبت کردم دوستان عزیز و وقت رو بیشتر از این نمیگیرم. خیلی سپاسگزارم، واقعا واقعا شاد هستم، خوشحال هستم که این اجازه رو پرواز در واقع اتاق گفتمان سیاسی اجتماعی در اختیار من گذاشته. مرسی دوستان عزیز. خب خیلی ممنونم، خیلی متشکر. واقعا اینم یک پدیده خیلی جالب خیلی خوبی هست که مهدی عزیز امشب این پیشنهاد رو دادن و این همطور که میبینین استقلالی هست که در با هم بودن که هستیم میتونیم این استقلال رو داشته باشیم، هر برنامه‌ای که مایل هستین پیش ببرین و اگر پیشنهادات دیگری هم هست حتما از این برنامه ها حالا به هر صورتی که دوستان مایل باشن، البته کاملا میتونه مجزا باشه هر طور که مایل باشن، و اما مهم اینه که از این خوشحالی که همی الان میبینم رخ، واقعا من صورتش رو نمیبینم، ولی از این خوشحالی که داره ما بتونیم این احساسات رو انتقال بدیم و چرا که نه لذت ببریم از وقتی که داریم، از سروده ها، از صحبت به زبان های مختلف. من اتفاقا میخوام پیشنهاد بکنم، قبلا هم پیشنهاد کرده بودم هم در رابطه با مهدی عزیز راجع به مسئله زبان اسپانیولی گفتن، من راجع به زبان ترکی و زبان کردی میگم. اگر داوطلبانی هستن که حالا یا در این اتاق یا میخوان توی اتاق دیگه، حتما من خودم به شخص شرکت خواهم کرد و خیلی مایل هستم که یاد بگیرم زبان کردی و ترکی رو. و در مورد برنامه‌ای که مهدی عزیز گفتن حتما من دعوت میکنم از دوستان که از سروده هاشون حتما اینجا بخونن اونطور که دوست دارن، برای اینکه پشت این سروده‌ای که من میشنوم، من نوعی میشنوم، کلی فکر رفته روش، کار شده، چک نویس و پارک نویس شده و خیلی اینطوری آدم ها رو به هم نزدیکتر میشن و احساسات همدیگر رو بیشتر درک میکنن و شاید احساسی که دوست ما مهدی داره یه خورده در من هم تأثیر کنه، من هم
بتونم نکات اون رو بهتر ببینم و همونطور که دوست ما یاد دوران گفتن، این مسائل نه تنها با موسیقی صیقل بشه، با صحبت کردن هم این مسائل جلای بیشتری پیدا کنه. از یاد دوران عزیز درخواست میکنم اگه مایله نظرش هم در مایک بگه، اگر نه که یه وقتی هر وقت که راحت. من فقط اینو میخواستم که خود رخ هم مطرح کرد که در حال حاضر ما مثلا بحثمون بحث فصول هست و مشخصا پاییز، و امیدوارم که اگر زمانی که احساس کرد که این بحث داره میخواد عوضش کنه رو اعلام کنه مشخص که چی میخواد بگه، باید به صلاح توی روم مالا میخواد اعلام کنه یا توی سایت بزنیم که این بحثی که دوستان بتونن از قبل خودشون رو آماده کنن برای اصطلاح که توی اون خط مطلب بخونن یا توی اون خط شعری بخونن. من شخصا میتونم شعر بخونم ولی بخوام انالایز کنم اونطوری که رخ کرد، دوستان بی خود خودشون رو مطلب من نکنه که من نمیتونم این کارو بکنم، ولی خب میشه این کارو کرد و قطعاتی رو خوند و در رابطهش صحبت کرد. حالا اگر من نتونم، احتمالا دوستانی که میشنون میتونم بیان و به صلاح اینو بازش کنم بهتر. به هر رو من میکروفون رها میکنم برای یاد و بعد دست بالا میکنم حتی که یه قطعه شعر براتون بخونم، چون هم بحث پاییز هست، یه به صلاح فصول هست، یه قطعه هم هستش از آقای کارلو دومینیکونی به نام برف در استانبول که اونم بعد از اون قطعه شد یاد دوران. بفرمایید، میکروفون خدمتش. سلام میکنم، خسته نباشید. مرسی از رخ عزیز، از پرواز عزیز که این فرصت رو دادن و از سیاوش هم به خاطر موسیقی های خوبش، ولی بعضی وقتا سیاوش یه سری آهنگ های خارجی میذاری ما هی باید ترانسلیت باز کنیم اینه که خودت اونجور جاها توضیح بده که چیه، چه جریانیه، چی جوریه، که ما ترانسلیتمون خیلی ضعیفه. راستش من پرواز عزیز گفت یه نوبت بگیر صحبت، منم خیلی خوشم اومد از این برنامه نیم ساعته. من اتاق پرواز رو دوست دارم، واقعا اتاق یکی ازش آدم استفاده میکنه. ضمن اینکه این برنامه مزید بر علت میشه دیگه که آدم بیشترین لذت رو ازش ببره. راستش رخ عزیز، اولش تو صحبتات نمیدونم کجا بود، تو تکس بود، من دیدم از سن و این چیزا گفتی. پسر خوب، صدایی که من میشنوم و انرژی که من میبینم 14 سال بیشتر نیست. آخه 14 سال مگه سنی عزیزم؟ برای تو فکر نمی کنم سن زیادی باشه. در این حال من یه شعر دارم روش کار میکنم، خیلی دوست دارم، چون این شعر عمومیه، در رابطه با کل جنبشم هست. در واقع دوست دارم اینو با تو هماهنگ کنم، با صدای تو. شرایط بعد از قیام و تصویر به در واقع نظم کشیدم، حالا میشه گفت تحت تأثیر اون کتاب قلعه حیوانات جورج اورول، منم از جنگل و حیوانات استفاده کردم، بعد شرایط زندان و اینا رو آوردم توش. حالا یه تیکه کوچولوشو برات میگم، هنوز تموم نشده البته، اینو میگم دوست دارم که اینو با صدای زیبای تو چیز کنم، خیلی تحت تأثیر اون زنگ صداتم. زمینی که شعراتم قشنگ و زیباست و اون احساساتت لطیفه. یه تیکه شما برات بگم، در شرایطی بود زندان که زندانیان به پیش رفته بودن و وادار کرده بودن به عقب نشینی، اون تیکه من اینجوری آوردمش، حالا گفتم دارم روش کار میکنم.
هر قدم پا پس نهاد کفتار پیر، یک قدم پا پیش نهاد آن سار شیر. حالا این تیکه کوچولوش رو تقدیم میکنم فعلا بهتون، دارم روش کار میکنم. اینو اگر با هم هماهنگ کنیم با اون صدای قشنگتون، من خوشحال میشم، خیلی خوشحال میشم. حالا که نوبت گرفتم یه تیکم پروازان اجازه دارم، حالا خارج از این بحث، منم یه پیشنهاد. با توجه به گفته های سیاوش که اون سری گفت، منم بدم نمیاد یه برنامه در رابطه با زندان بگذاریم، چون واقعا خیلی از مسائل زندان، حالا من اون تیکهی که برای صحبت از دوستان کردم اون موقع برای اینکه روحیه از هر شرایطی استفاده میکردن که روحیه رو تقویت کنن، حتی در شرایطی که دادگاهی داشتن میکردن بچه ها رو و قرار بود اعدام دست جمعی کنن، که اون دوست یه دفعه با چشمن زیر کتک میگه هشتم شهریور بود، آخ چه روزی بود، بقیه شروع میکنن زیر کتک و خندیدن. اونو صرفا به عنوان مثال مطرح کردم، ولی زندان شرایط خودشو داشت. ما اصلا بیم بررسی کنیم اون مسئله‌ای که تحت عنوان توبه تاکتیکی مطرح شد، که از طرف مجاهدین به زندان تحمیل شد، ولی شرایط پذیرشش چجوری بود، خط و مرزهاش چی بود، چون مرزهای مشخصی رو تعیین کرده بودن که این مرزها واقعا توی صحبت‌های بچه‌ها من نمی‌بینمش. بعد شرایط چگونه پله پله به پیش میرفت، اینا رو بررسی بشه بد نیست. یه بحثی بذارین، پوریسم عزیزم الان هستش و علی رو دعوت کنید، چند تا دیگر رو دعوت کنید، بد نیست، منم کمک میدم، منم در حد توانم در این مورد خوشحال میشم که یاد زندان بررسی بشه و اون بحث اصلا تواب کیه، تواب چیه، آیا باید از توابا تطهیر کرد؟ به نظر من نباید تطهیر کرد، ضمن اینکه خب علت و معلول را هم باید جایگاه خودشون رو داشته باشن و از جایگاه خودشون دیده بشن. من دیگه زیادگویی نمی کنم، ممنونم ازتون به خاطر اتاقتون، خسته نباشید. همه ادمیناتون، چه دوستانی که الان حضور دارن چه عقابی که حضور نداره اونم زحمت میکشه، از همه تون ممنون، اتاق بسیار خوبی دارین، متشکر. من میام پایین. مرسی یاد دوران، تشکر میکنم. بله راجع به مسئله زندان باید حتما، من یه مشکلی که با این مسئله دارم متاسفانه دوستان میکننش روزخونی. اگر بیاد یه بحث اصولی بشه راجبش، باید میشه راجبش صحبت کرد، بحث کرد و از روزخونی دست برداشت. این مسئله اساسی و هرچی هم که این مسئله زودتر روش بحث بشه خیلی بهتر هست و به هر رو مشخصا مسئله که من بهش میگم توابسازی. استالین در زمان خودش در گولاک هر سال زندانیا مجبور میکرد که براش نامه فدایت شوم بنویسن، یا زندانبانان اونجا که برای استالین بنویسن که تولد مبارک و غیره و غیره. اینا مسئله است که بهش میگن تواب سازی، نه به اصطلاح مسئله توابان، و باید روی این مسئله با عنوان تواب سازی من فکر میکنم باید تکیه کرد. و البته خب مسئله رو میگم بیشتر شما دوستان که در این دوران با تبابا درگیری مستقیم داشتید بهتر میتونید بحث کنید تا منی که دست از راه دور بر این مسئله داشتم و هیچ وقتم با هیچ تبابی حداقل در یه سلولم نبودم، یا من به دلیل اینکه بحث سیاسی تو سلولا رو میکردم
اصلا اینو ندیدم و چون من حدود 2 سال تا زمانی که از ایران خارج شدم سال اواخر 63 من حدود 2 سال متناوب زندان بودم که حد اکثرش بودش 6 ماه، حد اقلش هم که به صلاح دستگیری های 1 هفته و به هر. خب بریم چرا اون قطع شعر خوندن و دوستان در ستایش نیما هستن قطعه و بعدم اون قطعه موسیقی راجب من واسه هم خیلی جالب این شخصیت این آهنگساز آقای کارلو دمنیکانی، ایشون ایتالیایی هستن، الان در دانشگاه برلین تدریس میکنن و خیلی سنشون بالا هست، ولی یه دوره یا وقت میذارن در ترکیه زندگی میکنن و روی موسیقی اون منطقه، مثلا منطقه جنوب غربی ترکیه و رو کار میکنن که این قطعاتشون هم بر مبنای همون نوشته شده، اون تمهای خاص رو شما درش میشنوید. و هر روح بریم سر قطعه. من گیاهی ریشه در خیشم، من سکون آبشاران بلورین زمستانم، من شکوه پرنیان روشن دریای خاموشم، من سرود تشنه بیمار خیزان بهارانم. مهر دوزخ تاب افسون سوز شب کوشم، مرغ زرین بال دریا راز مهتابم، چشم سار نیلی خوابم، چنگ خشم آهنگ پاییزم، بانک پنهان خیز طوفانم، بام بیدار گلنگیزم. سایه سرودم که می بالد، ندای چوپانم که می بالد، آهوی دشتم که می پوید. من گیاهی ریشه در خویشم که در خورشید می رویم. Thank you.
شکر از حوصله دوستان، آرزوی سلامتی و سرفرازی براتون. رخ عزیز، میکروفون خدمتی شما. مرسی دوستان عزیز، من فقط بعد یک 9-20 ثانیه صحبت میکنم و اصلا یادم رفته بود وقت گرفتم. و از صورت من فقط خواستم مجددن از اتاق گفتمان سیاسی اجتماعی تشکر بکنم، از پرواز بخصوص، چرا که این اتاق باعث شد، باعث میشه که همینطور که میبینیم، خواستم این مطلب رو اشاره کنم، همینطور که میبینیم که امشب یاد دوران عزیز و من و خواستن با هم همکاری داشته باشیم، همینطور سیاوش عزیز، همینطور دوستان دیگه دوست دارن، اتاق خوبی هست، دوست دارن و دوست داریم که این همکاری با که باعث و بانی اصلیش اتاق گفتمان و در واقع پرواز هست رو تشکر مجدد کرده باشم و به این وسیله خوشحالی خودم رو هم از امشب، هم از دوستان و هم از یاد دوران و سیاوش عزیز و پرواز عزیز مجددن ابراز کنم خدمت دوستان. سپاسگزارم و خیلی ممنون.